اینجا یک مکتب خصوصی است و جالبی است که در دهن دروازه مکتب هم نشان منع انتقال اسلحه نصب شده و پلیس کابل از داخل مکتب به تازگی تعداد زیادی از جنگ افزارها را به دست آورده که این شامل 1 میل راکت، حدود 10 فیر مرمی راکت میشه و همچنان اسپری های بیهوش کننده، شمار دیگه از جنگ افزارها و مرمی های به سلاح‌های مختلف نو به چنگ پلیس افتاده و همچنان یک موتر زرهی که گفته میشه پلیت جری داشته از داخل این مکتب توسط نیروهای امنیتی کابل کشف و ضبط شدند. بهتر از هم از یک موتر ترافیک جورگری که بالایش آلار میگه پا مثلا توریست ها را سوارش بکن، بادیگاردان دلشی که اگه یونیفرم مختلف نو داره و موتر ترافیک هم پیش تو را بدرقه میکنه اشارش و پوسته بیچاره که میبینه میگه خب یا حیات است یا مهمان است یا کسی دیگه است، میاد داخل شهر میشه و دوست به هر گونه توتا و دسیسه و جنایتی که بخواهی میزنه. ما در هیچ شک ندارم که در گذشته ها از این سلاح ها سوء استفاده صورت گرفته، از این سلاح ها در یک تعداد قتل و کشتار و دزدی ها و غارت ها باید استفاده صورت گرفته بودن. در غیر از اون مثلا چرا این سلاح های غیر قانونی نگهداری شود و چرا این مخفی شود؟ قمندان امنی کابل میگوید این مکتب مربوط یک عضو پیشین شورای ملی افغانستان است، اما وی از این عضو پیشین نام نبرد. ششتن به اتهام دست داشتن به نگهداری این سلاح و مهمات از سوی پلیس بازداشت شدند. ببینیم کی مربوطی کی است، از کجا است و چگونه ای در اینجا داخل شده. طبعا که پلیس تحقیقات خود آغاز کرده، اما یک چیزی که مهم است، در گذشته ها هم ترورست ها از مکانهای مختلف برای نگهداری اسلحه استفاده کردیم. مثلا در مدارس ما دیدیم که بوده یا مواد انفجاری جابجا کردیم برای استفاده تروریستی و یا اینکه اسلحه بوده. وزارت معارف افغانستان نشر گزارش هایی که گویا این سلاح و مهمات از داخل مکتب کشف شده باشد را رد می کند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت گفته است این سلاح و مهمات از خانه یکی از مالکان مکتب خصوصی جابر بن حیان در نزدیکی حوزه 5 پلیس کابل کشف و ضبط شده است.